به نام خدا با یک تست از تجربی 98 مربوط به مبحث القای مغناطیس در خدمتون هستم این تست از ما نیروی محرکه القایی متوسط رو میخواد بچه ها قبل از حل این تست من میخوام یه توضیح در مورد نیروی محرکه القایی بهتون بدم اگه ما یک حلقه رسانا یک سیم پیچ داشته باشیم که در داخل میدان مغناطیسی قرار گرفته و از داخل این حلقه این خطهای میدان عبور بور میکنه اصطلاحا آثار مغناطیسی یعنی این خطهای میدانی که داره از این حلقه عبور میکنن رو بهش میگن شار مغناطیسی و سه تا عامل بر این شار مغناطیسی اثر میذاره اندازه میدان مساحت اون حلقه و زاویه اگه هر یک از این سه تا عامل تغییر کنه باعث تولید شار مغناطیسی میشن و اگه خود شار مغناطیسی تغییر کنه باعث ایجاد نیروی محرکه الغایی میشه پس اگه میدان، مساحت یا زاویه تغییر کنند که باعث تغییر شار مغناطیسی میشن یه نیروی محرکی به نام نیروی محرکه القایی در اون حلقمون ایجاد میکنه فرمول نیروی محرکه القایی به این صورت اپسیلون بار نیروی محرکه القایی متوسط مساویه منفی ان دلتا فی به دلتا t ان تعداد حلقه هامونه دلتا فی تغییرات شار مغناطیسی چون شار مغناطیسی رو با نماد فی نشون میدن تقسیم بر مدت زمان ببینیم که این تست چه داده هایی داده تست میگه که سطح حلقه های پیچه ای دارای هزار حلقه پس این رو به من داده که هزار تا حلقه دارم عمود بر میدان مغناطیسی یک نواخت که اندازه آن چهار اندازه میدان رو گفته چهار بعد گفته میدان مغناطیسی در مدت یک صدم ثانیه تغییر میکنه ببینید سه تا عامل داشتیم میدان مساحت زاویه داره میدان رو تغییر میده و میرسونه به چهار صدوم در خلاف جهت اولیه پس اینم بی دو منه اولی بی یک بود خب اما خب اندازش که تغییر نکرده 400 بود همون 400 ولی گفته در خلاف جهت اولی است جهتش برعکس شده اینو من کلا خط میزنم یعنی بی دو رو گفته به من منفی چهار خیلی راحت این از این مساحت حلقه ها رو گفته پنجاه آ رو گفته پنجاه سانتیمتر مربع بعد بزرگ نیروی محرکه رو میخواد خب فرمول شار مغناطیسی به این صورته بی آ کوسینوس تتا سه تا عامل میدان مساحت و زاویه خب اگه بخوام من دلتا فی رو بنویسم یعنی تغییراتش رو بنویسم به طرفین این رابطه دلتا اعمال کنم به این صورت میشه کدوم یکی از این سه تا عامل در این تست داره تغییر میکنه میدان داره تغییر میکنه مساحت و زاویه ثابته پس مساحتی که ثابته رو می نویسم که ثابته رو می نویسم دلتا رو فقط به میدان اعمال میکنم پس سه تا ترم داره این معادله هر کدومش که تغییر میکنه دلتا رو فقط برای اون می نویسیم اون یکی ها رو ثابت در نظر ثابت در نظر میگیریم پس این فرمول ما گسترش پیدا میکنه به این صورت منفی n دلتا فی شد a ثابت بود کسینوس تا ثابت بود دلتا b به دلتا t و جواب تست به دست میاد جاگذاری ها رو انجام میدیم خب n رو گفته هزار مساحت رو گفته پنجاه سانتی متر مربع سانتی رو بخوایم به متر تبدیل کنیم متر مربع میشه ده به توان منفی چهار کسینوس <تصفح> تتا خب زاویه گفته که سطح حلقه دارای هزار حلقه این به کنار عمود بر میدان خب اینو دقت کنید سطح حلقه عمود بر میدان ببینید بچه اگه این سطح حلقه باشه اینم میدان که عموده بش زاویه در این رابطه زاویه بین نیم خط عمود بر حلقه با میدان نه اینکه زاویه سطح حلقه با میدان این سطح حلقه امود بر میدانه من اولین کاری که باید بکنم اینه که بر این سطح یه نیم خط به نام ان امود کنم زاویه بین ان و بی اون تتای مورد نظر من خواهد بود پس در مسائل مربوط به شار و بحث الغا اینو دقت داشته باشید که سطح حلقه برای ما مهم نیست نیم خط امود بر ه... سطح با میدان چه زاویه‌ای میسازه اونو تتا در نظر میگیریم خب ان بابی موازیه پس تتای ما در این سوال صفره خب کسینوس صفر هم که میدونیم یک ضرب در دلتای بی دلتا بی میشه ثانویه یعنی بی دو چند منفی چهار صدومه منهای اولیه تقسیم بر مدت زمان اینجا رو دقت کنید این شد بی دو منهای بی یک دلتا یعنی این دیگه دلتا یعنی سانویه منهای اولی سانویه خودش یه منها داشت یه منها هم که رابطه دلتا داره این ضرب و تقسیم ها رو اگه انجام بدیم نیروی محرکه القایی متوسط در این تست عدد چهل ولت یعنی گزینه چهار به دست میاد.